یه لحظه همینجا وایسا. اینجا همیشه جای پارک هست. سلام. واقعیتش من رضای امانلو هم. اینجا کجاست؟ سینما پارکینگ. پس به سینما پارکینگ خوش اومدین. ببین اگر با من یه مدت بپری شک نکن که عاشق سینما میشی. پس بشین پشت فرمون بریم پارکینگ و پلی کنیم. از بچگی هر کاری که بهمون گفتن نکن و کردیم. ببینی؟ آقا بالا رو نگاه نکن. ببخشید شرمنده. میگفتم we've had over the last 2 years drought famine pulling the ozone is so boring. به بالا نگاه نکن محصول 2021 آمریکاست، از کمپانی معروف نتفلیکس به کارگردانی آقای آدام مکی که ایشون The Big Short رو ساخته، وایس رو ساخته، فیلم های دیگه. این بار با یه دو جین ستاره مطرح هالیوودی پا به میدون گذاشته که انصافا هم خوب پا گذاشته. چرا؟ چون فیلمش کاندیدای اسکاره. به بالا نگاه نکن قصه دو تا ستاره شناس آمریکاییه که یکیش آقاست یکیش خانومه. آقا رو لئوناردو دیکاپریو بازی کرده، خانومه رو هم جنیفر لارنس بازی کرده. کافیه، میتونین همینجا پاز کنین دیگه، بقیه این کلیپو نبینین، برین فیلم رو ببینین. به نظرم همینجا میتونین کفایت کن. اگه دوست دارین بشینین من یه ذره بیشتر بهتون توضیح بدم. این دوتا ستاره شناس آمریکایی یه ستاره دنباله‌دار رو کشف میکنن که قراره بخوره به کره زمین و نابود. یاد یه فیلمی نیفتادین؟ اگه نیفتادین سینمای اروپا رو بیشتر دنبال کنین. جان من انصافا سینمای اروپا رو بیشتر دنبال کنین. ملانکولیا لارس فون تریر. خیلی منو یاد اون فیلم انداخت. حالا این دوتا وظیفه دارن که زمین رو از این خطر نجات بدن. این فیلم طرحش طرح جذابیه، بیشتر برای اونایی که خیلی عاشق نجومن و داستانای این شکلی. اما اگر فکر کردین که قصه فیلم راجع به ستاره شناسی و ستاره دنباله دار و کشفهای نجومی، نه، کاملا در اشتباه. فیلم از این استفاده کرده تا حرف اصلیشو بزنه. اگه بخوایم نگاه خیلی کلاسیک داشته باشیم، فیلم نامه و شخصیت ها کاملا در راستای پیام فیلمه، یعنی اون حرف اصلی که میخواد به ما بزنه. رکن اصلی فیلم، یا بهتر بگم فیلم نامه، مسخره کردنه. همه چی رو مسخره میکنه. رسانه ها رو، شبکه های اجتماعی، سلبریتی ها رو، خود حکومت آمریکا رو، خود مردم رو، حتی مخاطب فیلم رو. مخاطب خودش هم مسخره میکنه. میگه که، یعنی در زیر لایه میخواد به ما بفهمونه که کجا داری زندگی میکنی؟ چی میخوای؟ اصلا فازت چیه؟ اگه از من بپرسی، از من رضای امانلو بپرسی، بهت میگم که این فیلم یه جورایی یه فیلم آخرالزمانیه. پروفسور میندی که نقششو دیکاپریو بازی کرده که انصافاً عالی بازی کرده، غیر از این هم انتظاری ازش نداشتیم، یه شخصیتیه که همونطور که گفتم دانشمند بوده، ستاره شناس بوده، اما طی روندی که درش قرار میگیره، حالا اسیر جو رسانه‌ای و این داستانا میشه، تبدیل به سلبریتی میشه. و اینجای فیلم نامه در زیر لایش میخواد به ما نشون بده که ببین اون چیزی که قبلا بود و هدفش بود و بیخیال شد، الان یه داستان دیگه است. اما در مقابلش خانم دیبیاسکی که جنیفر لارنس بازیش کرده، اونم که واقعا تعریفیه، کاملا در مقابل شخصیت لئوناردو دیکاپریو، پروفسور میندی، خیلی مقاومت میکنه نسبت به این داستان. اما تهش چی میشه؟ خودتون میدونین چی میشه. تمام ارزشاشو از دست میده، آواره کوچه خیابون میشه، کسی دیگه روش حساب نمیکنه،
جایگاه خاصی نداره و این اون حرفیه که میخواد فیلم نامه به ما بزن. واقعا تلخ. این واقعیت تلخ و وحشتناک جامعه امروز ماست. فیلم دقیقا مثل یه آینه است که جلوی تو قرار میده که خودتو ببین، دنیایی که داری توش زندگی میکنی و ببین چقدر این دنیا پلشته، چقدر این دنیا پر اصلا دود و غبار و همه این داستان ها. این چیزیه که به خاطر همین من گفتم آخر زمانی شاید ما غرق این قصه هیم، نمیفهمیش، نمیبینیمش. کنایه‌ای که به سیاست داره جاییه که بانو مریل استریپ نقش یک رئیس جمهور رو بازی کرده که انصافاً هم خوب بازی کرده، یه رئیس جمهور کاملا مثل کتاب درسی یا بی‌لیاقتی شاهان و اینا، خیلی بی‌کفایت و خیلی اصلا تو فاز سرمایه داری و سرمایه گذاری و اصلا یه جایی قاطی میشه با یه آقای پیتر نامی که اینجا یه جورایی نماد ایلان ماسکه که خیلی سرمایه داره و اینها، یه حالا قصه‌های خودش داره. یعنی اصلا درگیر بحرانایی که کشورش توش قرار گرفته نیست، مشغول خودش و اون داستانای مربوط به خودش. یا کنایه بعدی که مثلا به سلبریتیسم میزنه، اخبار زردی که همه دنبالشن و پخش میشه و اینها، خیلی جالبه اشاره‌ای که میکنه. تو جهانی که خبر جدایی آریانا گرانده از دوست پسرش به کاخ سفید میرسه، رسانه‌ای میشه، تو اخبار میگن، خب تو این جهان خب چه انتظاری از مردمش هست که به فکر یک اتفاق خطرناک باشن که جامعه بشری رو تهدید میکنه؟ خب معلومه نیستن. انصافا خیلی فیلم تلخیه، خیلی دردناکه. نه به خاطر اینکه بگم مثلا ببینیم اذیت بشیم، نه، از این جهت میگم که اگر اون مفهومی که میخواد منتقل بکنه رو بگیریمش واقعا دردمون میاد. ولی خب با انتخاب بازیگراش و یه سری از فضاسازیاش و اینها این تلخی رو تلطیف کرده. ما همینجا میتونیم یه ایراد ازش بگیریم، اونم این که خیلی تو مفاهیمی که میخواست منتقل کنه عمیق نشده. اما اگر عمیق میشد بیشک تعداد زیادی از مخاطباشو از دست میداد. یعنی دقیقاً چیزی که نتفلیکس باهاش مخالفه. یکی از نقاط قوتش بازی بازیگراشه که واقعاً حرف نداره، عالی. مثلا دیکاپریو که خب معرف حضور هممون هست، میمیکای فوق‌العاده، مثلا کیف میکنی میبینی. یا خانم مریل استریپ که جایی برای صحبت باقی نمیذاره، یه رئیس جمهور احمق و خیلی خوشگل نشون میده به ما. یا از اون خیلی جذابتر شاید بگم مارک لایلنس که پیتر رو بازی کرده، یه سرمایه‌دار خونسرد، یه لبخند همیشگی، هرس آدم رو در میاره با اون لبخندش، وحشتناک، کیف میکنین از دیدنش. شاید به نظرم تنها بازیگری که خیلی پتانسیلش رو داشت ولی ازش استفاده نشد تیموتی شالامی بود. فیلم به بالا نگاه نکن دو طیف تماشاگر ایجاد میکنه. طیف اول آدمایی هستند که عاشق این فیلم میشن، دوستش دارن. طیف دوم دقیقا مقابلش، آدمایی که متنفرن از این فیلم. خب این فیلم به خود مخاطبم داره نیش و کنایه میزنه، بعضن میشه گفت حق دارن آدما. اما از اون جایی من میگم این فیلم مهمه که نشونمون میده تو چه جهانی هستیم و دور و برمون چه خبره و باید حواسمون به چه چیزایی بیشتر باشه. پس حداقل یه بار دیدنش میارزه. از من معرفی کردنش، از تو دیدنش.